سلطان بیار بالا یکم بحرفیم. داداش نمیشناسمت علی جان، ولی چشم میارمت بالا درخواست فرستادم. سلام آقا سید. سلام از ماست برادر. آقا آقا سید این دوربینش یه ذره بذار برش گردونم این ببینم. سلام آقا جان، الان والا من دست فهمونم خوب نیست با این استگرام، یه ذره دوربینش دست فرمونه دلش باکه باتم آقا سید. انشالله هر جایی که عشق باشه پارک کنه. قربونت برم آقا سید. آقا سید برلین اومدی، من خاک بادم دست بوستم. برلین بابا بابا جای با عشق با صفا. قربونت برم. میام انشالله میام. دیگه راهمون باز شد بعد از کرونا دیگه. نوکرتم آقا نوکرتم نشستم جات خالی خدا وکیلی. اینجا میگن همش ممنوعه، نمیدونم ویریلو نمیدونم تو منقل بذاری تو بالکن دودش میاد اذیت میکنه، پلیس میاد اذیت میکنه، ممنوعه. داداش من دیگه خیلی خدا شاهده دلم تنگ شده بود واسه منقل زدن و اینا، جات خالی یه دونه منقل اینجا درست کردم. صفا بود داداش. جان کدوم محلشی؟ من تو راینکندورف هم آقا سید. اوکی ماشاءالله ماشاءالله خوش بشید. نوکردم وسط برلینم انشاءالله. میام میام من زیاد برلین میومدم میرفتم، ولی بعد از کرونا، کرونایی که اومد ما رو زمینگیر کرد دیگه، ولی خب انشاءالله یواش یواش. نه دیگه الان کرونا دیگه زیاد آنتن نمیده، تازه هم مسافرت برگشتم، انشاءالله این قسمت بشه این سری دوباره میام. خاک بادم قربونت برم. خیلی خوشحال میکنم نو کردم. قربونت برم فدات شم. قربونت برم آقا سید. همه که با فدات شم. همین میخواستم چهار کلم با درف بزنم فدات بشم. خیلی آقایی فدات بشم. طالب بودی شمارت دایرکت برای من بفرست. فلان 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 بدخواه داداش. اینجا هر کی بیاد هر کس شعری بنویسه خب دشمن ما هم هست داداش. ما هم هموطنای ما داداش. حالا بالاخره بالا پایین داریم، ولی بالاخره گوشت هم دیگر هم بخوریم، استخون هم دیگر هم بشکنیم، باز هم هموطنی. من حال میکنم داداش به جون خودم. خب یعنی خودتی، یعنی هر کسی باید خودش باشه. نمیدونم این کس شعرهایی که میان مینویسن سیاسی و فلان و اینجور چیزا، یعنی آنتن نمیدی بهش که هیچ کدومشون، یعنی حال میکنم داداش هر کسی خودش باشه. داداش همینه دیگه، اینجوری جلوش قشنگتره داداش که آدم آره. خودش باشه. یعنی یارو مثلا میاد با پیج فیک میاد و نمیدونم فلان، میگم داداش من شهامت داشته باش، کاریزما از خودت به خرج بده، یه فکرت و اندیشت و الان جنابالی چرا قشنگ اومدی بالا داری فکرت و اندیشت داری بیان میکنی. خاک بادم آزدی. وقتی میای با پیج فکر آقای ایکس ایگرگ، خب بعد میای مثلا من بابا اینا مریضن. حضرت عباسی، حضرت عباسی من سرکارم. خب مریض داداش همه جا وجود داره، اینجا تو آلمان هم آدمای مریضی وجود داره. من سرکارم تو یه رستورانی، من 20 تا کارگر زیر دستم. خب من الان 12 سال اینجا هم تو آلمانم. خب داداش خدا شاهده یارو زنگ میزنه یه دفعه رستوران، خب یه دفعه شروور تحویل من میده. بابا میگم خدا شاید ما 7 سالمون بود از این کارا میکردیم. بابا موزم تلفنی چیه؟ خب همه جا وجود خدا وکیلی هست دیگه. خیلی جالب آدم خودش باشه. آفرین بر تو، آفرین بر تو. آقا هرچی داری، هر فکری داری، جایی هم اگه اشتباه بود آدم باید انقدر شهامتش رو داشته باشه بگه آقا من اینجا هم اشتباه بود، خب با افتخار این راه رو پته کردم، اینجا فهمیدم اشتباه بوده، با افتخارم اعلام میکنم مثلا اشتباه بوده، سعی میکنم بهتر باشم. اینجوری بهتره تا اینکه آدم بیاد گمنام بیاد با پیج فکر بیاد چهار تا بیادبی بکنه، بنویسه بی حرمتی بکنه، کسی رو مؤاخذه فکری بکنه. میفهمی چی میگم؟ زشته. بابا اول خودتو نشون بده، ببین کی هستی، شخصیتت، اعتبارت چیه. یارو اومده رفته تو دایرکت مثل شما بزرگوار، اومده تو لایو من چهار تا کامنت قشنگ نوشته. خب
بعد یارو با پیج فیک رفته بهش چی نوشته؟ کامنتاش هستش. خدا وکی یارو برای من فرستاد. طرف عزیز دلم. اتفاقا الان هم تو لایوه. همین الان اومد. رفته نوشته این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه. فقط هیچ نشسته بعد ما رو گفته به این بابا. تو چرا میری به سید آقای پوشت؟ بابا بره بعد خودشو پیدا کنه. بره اول ایراد خودشو پیدا کنه. بعد بیاد ایراد بزرگوارا رو پیدا کنه. این آقا سمیدی که الان شما میبینید تو لندنه ریاضت کشیده، خب سینه سوخته است، خب شما یه روز از خونتون نمیتونید بیرون بخوابید. اینا که میان کت شعر بنویسن، خب اینا یه روز بیرون از دور از چشم بابا مامانشون یه روز نمیتونن بخوابن. خب شما اینا نمیدونن که اینا بچه‌ن، اینا بچه‌ن. به والله الان مثلا بعضی موقع داش علی من ببینم مثلا بچه ها از رجای شهر از زندان زنگ میزنن یا لایف میدن یا آقا میبینم تو هتلن آقا از یخچالشون و تلویزیونشون و موبایلشون و دورهمیاشون و اشغالاشون و همه چی. بابا درد غربت یه چیزیه که هر کسی متوجه نمیشه. به مولا نمیفهمن که نمیفهمه آقا یارو 30 ساله 10 ساله 20 ساله خب درد غربت آقا داره نابودش میکنه، استخوناشو داره میپکونه، فکرش اندیشهشو له کرده. غربت آقا یه چیزیه که هر کسی درکش نمیکنه تا بهش بیفته. حالا تو اون یارود میگه آقا میاد مثلا به شما میگه یا به من میگه آقا تو درد تو یه روز حبس کشیدی. میگم بابا همین که 30 سال درد غربت کشیدن 300 تا حبسه. بیا یه روز مادرت دور باشی، حتی سر کوچه‌ت آقا میتونی بری بدون پدر مادر، ساپورت پدر مادر زندگی کنی، وجودشو داری اصلا بیا بلندشو بیا ببینم میتونی چند چندی ببینیم چند چندی. یادت های اینترنتی هم اصلا بیخیالی تو اینطوری اشکال نداره آقا. خیلی خوشم فدا چم آقا سید، خیلی افتخار دادیم ما رو آوردی بالا. فدا چم شماره رو برات اسمس میکنم تو همین اینستا. باشه داداش، هر وقت اومدی تو برلین من خاک پادم داداش. حداقل چه میای رستورانی که من کار میکنم حداقل یه غذای تو راه میخوری و میری. باشه خاک پادم افتخار میدی. فدات بشم غلامتم. من کوچیک میشم خاک پادم. من همیشه گفتم بچه غریبا و هموطنان تو چی که دواسته دنیا باشن خاک دونه به چشام میکشن. زنده افتخار ایران قربونت برم خاک بودم غلامتم خدام خدا خدا. آقا یون همه تو خیلی خوش اومده عزیزای دلم همین. آقا داریوش خان بزرگ مایی، عزیز مایی، آقا حبیب عزیز فداتون بشم، عشق منی. آقا یه چایی بریم، برای یه چایی بخوریم ما با چایی شیرین. آقا ما هم چاییمون اینجوریه دیگه داداش. آقا ما هم چاییمون اینجوریاست. آی جان ببین بسم الله الرحمن الرحیم. صفا باشه آقا. اینم اینطوری ها، اینم شیرینی و اینم گرد. به 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 جاتون خالی رو پدر مادرتون. شاد پدر مادر من، شاد عشق منی. به به نیکول عزیز. نیکول جان چطوری؟ نیکول جان شاکی هم از دستت. ببین وقتی منم میاری بالا، خب خالو پیان عزیز قلب منی. نیکول جان هستی؟ اون روز منو آوردی بالا، داریم با خودت عشق میکنیم حرف میزنیم بچی، چهار تا ازگل فهاشو میاری بالا مجبور بشیم ما جواب بیادبیاشونو بدیم، بعد چهار تا بی خوده بی همه چیز میان برای ما سوژه میگیرن میگن میری تو لایو سید آرپوش فقط بی ادبیه. یارو نمیگه یارو اومده بهش فحش داده سید مجبور شده بهش بی ادبی بکنه. خالو جان عزیز دل منی، هر بیجی آموز آگیان
آقا بسم الله. نیکل جان هستی؟ جسیکای خودمون. دارش خانه بزرگوار عزیز دلمانی دارت بگردم فرمود عزیز شایان و گل الحمدلله. آبا بریم یه ذره شیردین لازم شدی. آقا عزیزی خوش اومدی. نیما جان بابا داداش نیما عزیز. آقا شریفی، آقا احسان گل، سلام سلام. نیلوفر عزیز. نیما من نیما جان. نیما داداش بیا باره ببینیم. آقا جلال حسینی سلام. نیما جان ما دوستت داریم. آقا میشم عزیز. سلام سید کجای خونم داداش لندن. سید تو فرصت مناسب میام مطب دکتر مادر بزرگم اومدم دکتر سلامت باشه داداش. همینجا براشون دعا میکنیم. این نیلوفر فکر بندازیمش بیرون. عزیز دل منی نیما جان خدا حفظت کنه. انشالله سلامتی بده به خانوادت به خودت. میگه مهران میگه سید سیبیلات کو باد برد. سلام سلام. آقا سعید آقا ایوب آقا سعید علی بچه منم یا الله. سلام از ما استاداش بچه خوب هامبورگ آقا ملک عزیز. علی جان علی جان انداختمش بیرون. سید دانمارک چه خبر؟ دانمارک خوب بود جات خالی. آقا سید همجوره درجه یک لوتی با مرام معرفت فداد بشم. نیما جان دورت بگردم عشق منی داداش. ببین بچه خوب هموطن خوب مثلا به این نیمای عزیز میگم با اینکه اختلاف فکری داریم خب راجع به مسائل روز و اتفاقات اخیر ولی همیشه با عشق و با محبت با هم برخورد میکنه. این خوبه این خوبه. جوون با معرفت مثل این نیما میگه دغدغه بهتر شدن مملکتمون رو داره ولی نه با بیادبی نه با فحاشی نه با خدای نکرده با نفاق. خدا حفظت کنه. حالا سیگار میچسبه.
نیما جان ریش سیبیلار زدیم چطور شدیم؟ بهتر شدیم؟ کرد تا کردی؟ اگه خدا قبول بکنه. سرایا جان سلام. داریوش خان بزرگوار. داریوش خان میتونی بیای بالا؟ هر بجیگیان اگم آرزا آسد علی پچمعلم خوبی داداش آرزا دورت بگردم دشمن شرمنده باشه اعظمی بزرگوار آقا عظیمی آقا عظیمی زمان لندن بودی رفتی ترکیه جا خوش کردی سرای جان دورت بگردم دوست داری عزیز دارم آقا نوروزی سلام خیلی خوش اومدی سینا جان سلام آقا عظیمی کجایی دادا بیا تعریف کن برام ببینیم چه خبر چه میکنی ما هم بیایم ترکیه هنیکونان یه هارت فیلم از ما گرفته یه وکیل هم گرفته چیون هنیکونان آقا محمد عزیز آقا حجت اکبری سلام آقا ابوالفضل خوش باشی آقا عظیمی بر نگشتی لندن دادا وطنم پاره تنم درود به غیرت داریشان قلب من آقا عظیمی رسیده داداش انشالله عمری باشه میام داداش سری جان سیبیلاتو زدی آقا دیگه زدیم دیگه شیرکو عزیز صفا باشه داداش هر کجای دنیا باشی سالم و تندرست باشی داداش آقا فضلی خیلی خوش اومدی آقا امین عزیز خوش اومدی جانم فدای ایران داریوش نوشته عزیزم آقا سه چرا ایران نمیای ببخش میپرسم والا ایران ننه هانیکونو ازم شکایت کرده لیلا جونش حوصله دادگاه رفتن و بودو بودو تو این دادسرا و اینا رو نداریم ببین در خونه لیلا ببین لیلا جون من آمدم لیلا جون شکایت تو از سید آقاپوش پس بگیری تا سید آقاپوش بتونه بیاد ایران والا مادر هانیکونا از سید آقاپوش شکایت کرده برین در خونهش اعتصاب بکنین یه ذره از این تظاهراتتون هم ببرین در خونه مادر هانی کنا لیلا جون هانی جون مادر هانی جون لیلا جون شکایتتو پس بگیر تا سید آقاپوش برگرده ایران والا به خدا باورتون نمیشه خدا هانیکونا مگه تو ترکیه نبود آوردم بالا فیلمش تو کانال یوتیوب هم هستش دیگه گویه هارت فیلم ازت ضبط کردم از کلیپات از صحبتات وکیلم گرفتم بعد میگم بیا من بزنم ات بیا قرار دعوا بزنی تو شکایتی هرکی شک داره که هانیکونا شکایتی نیست بره اون فیلم و کلیپی که داد بیرون که نوشته گفت من جنگیم من باغ دارم من
من خونه دارم، ویلا دارم، هر کی کار داره بیاد در خونه من. خب از اونجا متوجه بشین که هانیکونا شکایتیه. شما آدم جنگی میره سر چی؟ سر قرار. آدرس در خونهشو نمیده. آدرس در خونهشو بده یعنی چی؟ یعنی اینا به من حمله کردن، اومدن در خونه من. شکایتیه که بتونه شکایت بکنه. سهی جان سیویلا رو زدی، تو هم عادت داری با سیویلات بازار کنی تا وقتی که در بیاد میزیدی. ببین چرا بیادبی میکنی، دورت بگردن آقا مهتی. خب من الان جواب بیادبی اینو بدم، بعد میاد میری ضبطش میکنی، بعد میگی سید آرپیش داره فش میده، میری تو لایواش داره فش میده. خب دقیقا همین کار آبجیت دوست داشت. برو بیرون، برو بیرون. آقا علی رضا خیلی خوش اومدی، علی جان خیلی خوش اومدی، حیفای عزیز. انداختمش بیرون داداش. آقا نادر عزیز ام آر شاد باشی داداش. و علیکم السلام. سلام آقا جان. سلام آقا جان خوش اومدی. ممنونم محسن جان عزیز دل. آقا میلاد سلام، خیلی خوش اومدی. آقا حافظ عزیز ماهان، یعنی خدا وکیلی این ملت یه آدم خوب رو نمیتونن ببینن. چرا ایرانی جماعت چرا اینجور هستیم؟ آقا سید مگه چیزی بدی بهت گفت؟ من نمیدونم، به خدا حیرون موندم ما بین اینا با این ملت، من حیرون موندم. چند وقت پیش یه حدیث از امام علی پیدا کردم، واقعا میخوام، خیلی دوست دارم بتونم تطبیقش بدم. به خاطر همین رفتار زشت خیلی ها دور از جون خوبا که هر جوری باشون برخورد میکنی فقط بیادبی میکنن، احترام میذاری بیادبی میکنن، سلام میکنی بیادبی میکنن، دعا براشون میکنی بیادبی بهت میکنن. امام علی میگه روزی میرسد که سلامتی انسان در 10 چیز است. امام علی علیه السلام میگه سلامت روزی میرسد که سلامتی انسان در 10 چیز است. 9 تای آن دوری از مردم است و 10 سکوت است. واقعا بعضی موقع میخوام یعنی فاصله بگیرم دیگه، چون الان 5-6 ساله که مرتب دارم من زحمت میکشم، انرژی میذارم، با ادب و با احترام دلسوزی میکنم براشون، اینا فقط اینجوری جواب میدن. بانو ستایش عزیز عزیزم خیلی خوش اومدی، یالله شما مبارک باشه پیشا پیش.
مرسی جان، خیلی خوش اومدی. آقا جواد عزیز، و چی شد حدیث امام علی؟ علی آقا دورت بگردم. میگه چه خبر آقا سید جان، چشم بد ازتون به دور باشه. دورت بگردم ستایش بانو. آقا محمد عزیز شما خوش باشی، عزیز دل منی. آقا داوود عزیز یا رب نظر تو بر نگردد. سی جان همه ما دوست داریم سالار، با وجود حالا جنگل بدون شغال هم که نمیشه که. لا 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 لا. آقا نادر سلام. لیلا جان سلام. نازی جان سلام. بانو نازی عزیز، بانو نازی خیلی وقت خبری ازتون نداریم. خوبین شما؟ داداشم حاج بهروز عزیز سلام، خیلی خوش اومدی. دورت بگردم نازی جان. انشالله عمری باشه. میگه با امید دیدارتون در ایران چشم انتظاریم که جمال مبارکت را ببینیم. فداتون بشه، زنده باشی، زنده باشی. بابا سردار فارس عزیز، آو فرشید گل، خلاصه هر کی میخواد ما رو ببینه میخواد بیاد ما رو تو ایران ببینه، بره در خونه لیلا مادر هانیکونا. از سید آرتوش شکایت کرده، بگو شکایت تا پس بگیر تا سید آرتوش بتونه بیاد ایران. سید آرتوش حوصله دادسرا و دادگاه رفتن نداره. فراز جان گیان دل منی، فرداد بشم. آقا شهرام خیلی خوش اومدی. اینقدر بی غیرت این هانی کنه جون که دست ننش گرفته برده از سید آرتوش شکایت میکنه. بی غیرت. آقا احسان عزیز میگه سید به خدا واسه چهار تا فوش چه میخواد بکنم؟ نه رفته گفته مادر لیلا گفته این امنیت جانی پسرم رو گرفته. خدا شده لیلا جون مادر هانیکونا رفته پرونده تشکیل داده تو دادسرا شکایت علیه سید آرپوش، که سید آرپوش با کلیپاش با صحبتاش امنیت جانی پسرم رو گرفته. آقا مهتی عزیز، آقا حمید عزیز، ما هم که حوصله بعد از 30 سال تو اروپا زندگی کردن، حوصله دادگاه رفتن و دادسرا رفتن و بودو برو بیا و تو دادسرا و با این داستانا رو نداریم. خدا چون قرار گذاشتن هم که دعوا هم که نداره،
هر به قول حسین قزوینی هر موقع باش قرار دعوا میذاری قبل از که هانیس سر قرار باشه بچه های اداره اونجا. آقا حمید عزیز، آقا مهتی عزیز، خیلی خوش اومدی. کنگش اومده بود ترکیه، ترکیه میگو من وکیل گرفتم، یه آرت فیلم هم ازت گرفتم، بعد میگه بیا دعوا بخوره، بیا قرار دعوا، میخوام بزنم. تو سرش هم نمیتونی بزنی، کونی. ادعاش میشه دعوایی جنگی. من جنگی که آدرس در خونهش نمیده که، شکایتی آدرس در خونهش میده که بگن آه ریختن در خونه من. بچه ها بچه لاتا رو بچه دعوایی ها رو عصبی میکنه، بنده خدا ها میان تو لایواشون کلیپ براش درست میکنن، تهدید میکنن، نمیره سر قرار هانی، بعد عصبیشون میکنه، بعد این بنده خدا ها میشنن فیلم درست میکنن، تهدید میکنن، قمه چاقو تیر نمیدونم هفتی نشون میدن، همه اینا رو ضبط میکنه پیشا پیش میده چی اداره. خب ضبط میکنه بعد میگه نگاه کن اینا تهدیدم کردن، بدون درگیری اونا رو چی خونه خراب میکنه هانی کنه. کارش این به جدم رسول الله شکایت کرده به اون خانه خدایی گرفتم هانی و مادر هانی کنا از سید آیپوش که من باشم شکایت کرده و والله به قرآن. حاج بهروز دارت بگردم، شب و روزت بخیر برادر عزیزم. بعد یارو میگه چرا نمیای ایران، بیام ایران که با دو هم تو این دادسرها. لیلا جون از من شکایت کرده، میگه سلام چرا وضعیت فعلی ایران هیچ نمیگه. داداش این همه که گفتم، این همه فوش خوردم به خاطر حرفایی که میزنم، دیگه آقا دیگه چرم بگم دیگه. آقا کشوری دارت بگردم. داده هوار میگه مادر هانی رو تحویل نگرفتی، هی گفتی ویش کی با پنیر بخور، مادر هانی شاکش. البته یه شرط گذاشته مادر هانی کنا، یه شرط گذاشته تو سیدای پوش بیاد سیغم بکنه من از شکایتم رو پس میگیرم. شما راضی میشین من مادر هانی کنا رو سیغه بکنم؟ بیوه هم هستش. شما راضی هستین برم مادر هانی کنا رو سیغه بکنم تا شکایتش پس بگیره؟ علی جان خیلی خوش اومدی، آقا حسین خیلی خوش اومدی، سلطان علی هم نمون سر ازاز دارت بگردم. علی جان عزیز خلاصه اینطوری هست داستان. چاکرم داداش علی، عشق داش. نادر میگه برو سیغش کن. ای خدا از مجبوری از ایچی بهتر سواب نه ستای جان داره دوگر آخر عمری اما من هوری و پری بریم مادر هنیکونای 70-80 ساله رو سیغه بکنیم.
میگه خر لگد زمون زده. این همه خوشگل، قشنگ، زیبا، جوان، میگه علی ابن موسی رضا پشت و پناهت و دارویت باشد. فدات باشم عزیز دل من. همچنین همچنین جدم نگهدارتون باشه به اذن خدا. شاهین عزیز M2M. خب دوستای خوب نازنینم دیگه یواش یواش از حضورتون مرخص میشم. فکر میکنم اگه خدا بخواد یکی دو ساعت دیگه دوباره بیام یه لایو دیگه بدم. خوبه؟ باشه؟ آقا امیر عزیز شب و روزتون بخیر. جاتون تو قلب سید آیپوشه. دوستتون دارم، در پناه خدا باشین. یادتون نره برین در خونه هانیکونام، مادر هانیکونام لیلا جون، تظاهرات کنین، بگین مادر مادر هانیکونام لیلا جون من آمدم شکایتتو پس بگی سید آیپوش بتونه بیاد ایران. عشق من این، دوستتون دارم، یا علی مادر.